این فیلم رو ببینیم از آقای مهدی نصیری. یکم میخوام مفصل‌تر در موردش حرف بزنم. اینکه کسانی خواستن در واقع بخشی از اپوزیسیون را متهم کنن که شما مثلا خلاف ملی‌گرایی دارید عمل میکنید یا از حمله خارجی دارید استقبال میکنید یا تشویق به حمله خارجی میکنید، خب این یک اتهام دروغه. مقصر جمهوری اسلامی است و نه اپوزیسیون و نه جریانات دیگه. این نکته من بگم راجع به اینکه آیا اگر فرض کنید از خارجی و از بیگانه میتوان کمک گرفت یا نمیتوان کمک گرفت، ببینید مسئله کمک گرفتن از خارجی یا داخلی همه اینا تابع منافع ملی یک نظام سیاسی، تابع منافع ملی یک ملت هست. در حمله امریکا به عراق همه جریانات سیاسی عراق با هم متحد میشن و میرن از امریکا استمداد میکنن. اپوزیسیون اینجا کاری که میتونه انجام بده در واقع ممکنه لابیگری کنه با اسرائیلیا که اونا اگر حملهشون قطعیه میخوان حمله کنن به مردم ایران آسیب نرسانن، به منافع ملی ایران آسیب نرسانن، خسارت هایی به بار نیاد که معیشت مردم دوباره دچار تنگنا بشه. ببین به این بخشش که به این وضعیت رسیده، اینطور وطن فروشی میکنه، اینطور داره خیانت میکنه، رسما میگه بریم آقا به اسرائیل بگیم بیا حمله کن، داره اینو تئوریزه، با این اصلا کار ندارم. در طول تاریخ از اینا بودن. یه نکته ای میگه، مثال میزنه، میگه عراقی ها مثلا روشنفکراشون نمیدونم چیشون نیروهای سیاسیشون اینا همشون متحد شدن به آمریکا گفتن آقا به ما حمله کن. خب اصلا اصلشو کاری ندارم که این اتفاق افتاده یا نه، این آدمو میخوام بگم. میگه آقا عراقی ها این کار کردن، گفتن ما آمریکا حمله کن. و بعدش میگه آقا مثلا اپوزیسیون ایران، نیروهای سیاسی ایران برن به اسرائیل و آمریکا بگن که آقا اگه حمله میکنی مثلا فقط تاسیسات نظامی رو بزن، چیزو بزن، اینا واسه زندگی مردم مشکلی ایجاد نشه. من نمیدونم اینا اول وطن فروشن بعد وطن فروشیشون باعث میشه ابله بشن، یا هرچی ابله نادانه اون میره وطن فروش و خائن میشه. همون عراقی که مثال میزنی که حالا در اصلش میشه مناقشه کرد و حرف زد و گفت واقعا اینجوری بوده یا نبوده، روشنفکراشون گفتن نگفتن اینا، همون عراق آمریکا حمله کرد، چه کرد با مردم عراق؟ بعد اینا به چه بهانه ای حمله کردن به عراق، به افغانستان مثلا، به عراق به بهانه اینا هم سلاح‌های کشتار جمعی و هسته‌ای و چیز و اینا. همون موقع پاول که وزیر امور خارجه‌شون بود اومد گفتش که آقا ما پیدا نکردیم چیزی و اینا، معلوم شد اینا اصلا یه بهانه‌ای بوده، یه سری الکی سیای مثلا یه سری اسناد درست کرده بود و اینا، گزارش‌ها که بگه آقا اونجا هست و حمله کنید و مردم مثلا دنیا که البته همراهی نکردن، بقیه کشورها رو اینا رو مثلا همراه کنن که آقا ما داریم واسه این حمله می‌کنیم. آقا مخالف جمهوری اسلامی می‌خوای باشی باش، برانداز میخوایی باشی باش، عقل داشته باش، ببین اینا چی کار کردن، عقل داشته باش. و در آخر اینم بگم که ببینید یه کسی مثل آقای مهدی نصیری، قبلا هم یه بار تو پاورقی یک کم مفصل بهش پرداختیم، اون رو بچه‌ها الان تو کانال و اینا میزنن بیاد بالا برید دوباره مرور کنید، من دیگه به اونا نمیپردازم. قشنگ مصداق بارز جاهل را نمیبینی مگر در افراط و تفریط. ایشون کسی بوده که تو دهه 60 و 70 رسمن کتاب می نوشته، مقاله می نوشته، سخنرانی می کرده، می گفته آقا زنا جنس دومن، خانوما نباید بیان تو اجتماع از نظر اسلام و اینو، اینو اصلا چرا میان بیرون، جمهوری اسلامی نباید بذاره اینا بیان بیرون، بیان تو اجتماع فعالیت اجتماعی. یا مثلا اینا یه نهله این میگن آقا اصلا تکنولوژی از بیخ مشکل داره، هواپیما اصلا مظهر کفره، وقتی خدا اراده کرده شما مثلا 20 روزه بری مکه به چه حقی شما دخالت میکنی تو مشیت خدا؟ هواپیما میسازی، سوار هواپیما میشی، 3 ساعته میری مکه. اینا یه همچین آدمایی بودن. الان اینن. کی این کشور رو از افراط و تفریط اینا حفظ کرده در این سالها؟ در مقابل افراط و تفریط اینها یه کسی مثل رهبر انقلاب وایساده وسط. چه اون موقع گفته آقا بابا تولید علم بشه، خانوما بیان کار کنن، بخشی از جامعه ان، مگه میشه اینا رو حذف کرد؟ چه الان یه چیزای حرفا چی؟ نقش پر اهمیت رهبری در حفظ مملکت از دست این خلوچلا رو ببینید.